خب همینجوری چه خبر؟ آقا روشنم. آقا میخوای اول واسه بچه‌هایی که تو ایران دارن این فیلمو میبینن بهشون توضیح بدی که خیابون اونی چیه و چرا انقدر معروفه و یکی از بهترین خیابون‌های اروپا نامیده میشه؟ خیابون اونی حتی خودت بهتر می‌دونی، یکی از معروف‌ترین خیابون‌های سوئد در است. خب خیلی اتفاقات فرهنگی، سیاسی یا خیلی برنامه‌های تبلیغاتی تو این خیابون انجام میشه. کنسرت‌های خیلی بزرگی اون بالا انجام میشه. دیگه بیشترین و بزرگترین تبلیغاتی که ما داریم توی سوئد توی همین خیابونه. شبا هم دیسکوها میشه. آره اکثر دیسکوها و نایت کلاب‌ها اینجا. خودت هر شب اینجایی دیگه. من نه، سالونم اینجاست. فقط میای سالون. چه دیگه نمیری. جوان‌تر بودیم چرا اومدیم اینجا؟ ولی خب الان قول میدی دیگه اتفاقا. آره نه. آره پس اینطوری شد که این خیابون انتخاب شد. آره اینو انتخاب فقط خواستم که بچه ایران خب نمیدونن یا اگه نمیشناسن که این خیابونو یه توضیح کوتاهی واسه شون داده باشی؟ اکثرا اسم اونی رو شنیدن دادن؟ آره اکثرا اسم اونی رو شنیدن یا خیلی هم میدونن. خب الان من اینجا سمت چپم یکی از بنانات رو دارم میبینم که آماده شده و آره. زده شده. میخوایی توضیح؟ آقا میخوایم از همین یکی شروع کنیم اول؟ آره میخوایی توضیح ما بدی؟ جناب این مدل من فقط یه چیزی آره. که میدونستم ببخشید واسه حرفت آره. اومدم این که اینا از شهرهای مختلف ایران هستن. آره بعد حالا ایشون مثلا کدوم شهره؟ ایشون از تهرانه. تهران. و همشهری ماست. آقای علی یزدی عکاسمونه. خودش. آها ایشون عکاس شما تمام عکس‌ها رو علی گرفته. علی عکاس صنعتی یکی از بهترین دوستای ماست که اکثر یعنی همه عکس ها رو دیگه علی گرفته دیگه و خودش هم واقعا یه مدل خیلی خوبیه. چه عکس خوبی هم خیلی عکس خوبیه. عکس صنعتی هم هست. خوبم گذاشتین اولین عکس سر اونی بدونه اولین نفر خودشه. خیلی زحمت کشید. خب ما الان اینجا 4 تا میبینیم درسته؟ 4 تا عکس داریم. ما اکثرا از شهرهای مختلفن. ایشون به چه خوشتیپ ایشون. اینا دیگه ریشاش نیست. نه اینا ریشاش نیست. خزه این خیلی پیگیر بود و واقعا دوست داشت که توی این برنامه شرکت کنه. تهران متاسفانه نتونست بیاد، نرسید به خاطر که اون موقع کرونا به خاطر کرونا بسته بودن مسافرت‌ها داخل شهری رو. خودش رسون تبریز. یعنی از نتونست بیاد تهران، خودش رسون تبریز و بالاخره شرکت کرد. این عکسو گرفت. این عکس ما تبریز گرفتیم. چند نفر آدم شرکت کردن واسه کار مدلینگ و عکاسی شما تو ایران؟ آقا خیلی جالب بود چون واقعا حجم عظیمی شده. 600-700 نفر آدم شرکت کردن. 700 نفر؟ برای من پیغام دادن که میخواستم توی این پروژه شرکت کنن. دمشونم گرم. اینم چه همین خودتی خب اینو یه دونه باید باشم. بعد چجور شما انتخاب میکردی؟ 700 نفر رو ببین برای من ایمیل زدن، عکس فرستادن، بعد از روی عکس ها من سعی میکردم خودم و اسپانسرامون که کیو انتخاب کنیم. 60-70 نفر رو ما انتخاب کردیم از تو این عکس ها. این عکس ها همون عکاسی که عکسش اونجا این عکس ها همون عکاس همه عکس ها همون عکاس. این الان عکس کدوم شهر ایران گرفته شده از خوده؟ این تهران گرفته. تهران گرفته. این تهران گرفته. گرفته شد توی دفتر رانده و صوفی با هم. ایشون الان ایرانی هن یا سوئدی هن؟ نه این اگه بچه ها عکسش رو نشون بده؟ خیلی خوشتیپ من چون ایرانی تبریز گرفتیم. ایشون تبریز هستن. آره بعد این آدرس های ایمیل همه این اینستاگرام هاشون اینجا این اینستاگرام هاشونه؟ اینا اینستاگرام های سالونمونه. سالونه شما سالون رانده و سالون عکاسمونه و اینستاگرام مدل مدل هست. آها چه جال چه ایده خوبی. همه مدل ها اینستاگرام هاشون هست. این الان اینستاگرام ایشونه؟ بله. ببین بچه ها با خودشون هر کدوم دو سه دست لباس مختلف آورده بودن. یعنی اینجوری نبود که من فقط موهاشون رو کوتاه کنم با حالت روشن ریشاشون درست کنم. لباس انتخاب کردنشون هم من باز بودم چه لباسی انتخاب کنن چه جوری باشه و
پروژه خیلی فشرده ای بود، همه هم تو لباس بوده هم تو ریش بوده، تو لباس حالا اینجا مو هم بوده، چون موهای بلند مو ریش بوده. همه اکثرا مو ریش بودن. ایشون حامد یکی از بهترین دوستای عزیزمون از تبریز هم هستش و واقعا خیلی محبت کرد تو دوران اون دوره که ما اونجا بودیم داشتیم عکاسی می‌کردیم. تو چی شد که اصلا رفتی سمت ایران و فراموش کردی که توی خود سوئد بخوای این کار انجام بدی و از مدل‌های سوئدی؟ من میدونم تو خیلی مدل سوئدی هم داری، اینجا هم تو مجله‌های مختلف و مدل‌های مختلف دیدم کار کردی. چی شد که این پروژه به این بزرگی که یکی از بهترین خیابونای اروپا باید حتما عکس بچه‌های ایران باشه؟ سوالت خیلی سوال جالبیه، خیلی سوال خوبیه، چون من واقعا وقتی که اون شب به من گفتن شما این تابلوها رو میتونید این بیلبورد رو داشته باشی، من تنها چیزی فکر کردم فقط به بچه‌های ایران فکر کردم. فقط دوست داشتم مردم وقتی رد میشن بچه‌های داخل ایران هم ببینن، چون همه یه تصویر اشتباهی از ایران دارن. من دوست داشتم واقعا مدلینگ ایران هم ببینن. حالا عکس‌ها رو شما می‌بینی اکثرا چهره به نظر بعضیاشون اروپایی میاد. بله من از اون اولی هم دومی بودش فکر کردم اروپایی هست. خب رسیدیم به 4 تا دیگه از عکس‌ها. از تهران. تهران ببین تهران ازش عکس گرفتیم، نمیدونم تهران بود یا نه یا از شهرستان اومده بودن. آقا من یه چیز در مورد سعیدت بگم خیلی جالبه. ما توی تبریز داشت برنامه همون کنسل میشد به خاطر آتولیه همون از اسمون رفت و متاسفانه به خاطر کرونا تعطیلش کردن، نتونستیم بریم اونجا عکاسی کنیم. که سعید یکی دو شب قبل از اینکه برنامه رو میخواستیم اجرا کنیم به من زنگ زد گفت همین به هیچ عنوان نگران نباش، من نمیذارم برنامه کنسل شه، میای خونه خودم. آقا خونه‌شو کاملا در اختیار ما قرار داد، ما اونجا کردیم آرایشگاه و کردیمش آتولیه عکاسی و مردم میومدن از این ور اون ور عکساشون رو میگرفتن میرفتن و واقعا خیلی محبت کرد. واقعا دستش درد نکنه، دستش واقعا درد نکنه. عکسایی که تبریز همش گرفته شد همش خونه سعید بود و واقعا دستش درد نکنه. خب بریم سراغ باقی عکسا. چند تا بنر الان وجود داره توی خیابون اوینه بچه ایران؟ 20 تا از اینا از این سکوپا هست، از این کمودا هست که چهار طرفش بیل بردن میشه 80 تا، ولی دو تاشو از ما گرفتن، یعنی 8 تا عکس متاسفانه پریده و من نمیدونم. دو تا چهار تا من هنوز نمیدونم چون چرا اتفاق افتاد؟ نمیدونم، نصف خیابون مثل اینکه بسته شد یا اینکه دو تا از میدونی که اینا اجاره میدن. بله. مغازه ها مثل این که دو تا از شرکتای که اینا رو جار کرده بودن یا کنکوش رفتن یا بستن کلیداشون رو ندادن. کنکوش کردن یعنی منظورشون اینه که بس برشکست شده برشکست. و کلیدای کمودا رو نداره. کلیدا دست ما هست الان و دو تا از کمودا مثل این که رفته و خالیه و کلیدشون هم چهار تا از اکثر رفت که قرار شد سری بعد بیاریم اکثر سری بعد. آره. اون ور خیابون هم این اتفاق میفته مثل همه. آره. اینجا آره اون ور از اونجا شروع کردم به نصب کردن، اگه میبینین کمودا خالیه و اینا هم تا یکی دو ساعت دیگه میاد که نصب شه. اگه بچه ها بگیرن ما همین راسته که داریم میریم، اگه یکی از بچه ها بگیره همین راسته که ما الان داریم قدم میزنیم کل راسته شما میتونین تابلوهای عکس ها رو ببینین. بعد همین جان این عکسی که اینجا الان کار شده واسه اینجا، اینم الان کار دیزاین طراحی فتوشاپ حالا به اصطلاح. بله. اونو چه کسی انجام داد؟ خواهرم انجام داد. جدا؟ خب پرفکت. ولی خب متاسفانه هرچم اصرار کردم هیچ اسمی از خودش ننوشت. آره چون منم جای... دیدم که هیچ اسمی از طراح عکس نه بیچاره کلی هم نشست و 24 ساعت روی این عکس ها تا بعضی شما تا نصف شب کار میکرد. بله. و نه هیچ عکسی نه هیچ اسمی هم ازش نیست. آچاد دلیک این کارو کردن خیلی جالبه. این از فکر کنم از اهواز اومده بود و واقعا خیلی علاقه داشت شرکت کنه تو این پروژه. حتی 20 فکر کنم 17 18 ساعت با اتوبوس اومد تهران شب تو پارک خوابید که صبحش بیاد. آره خب به خاطر کرونا هیچ جا هتل چیزی نمیتونست بره که اومد نیم ساعت پیش ما عکسشو گرفت و باز برگشت که شد این عکسی که آره این عکسی اینجاست و واقعا نمیشکم که چقدر رضا کینگدوم
الان همه این تیمی که اینجا هستن مدلای ریش هستن فقط. مدل ریش و مو. مو؟ آره اکثر هم ریش هم مو ولی اکثرا ریشه. آفر بود دو تاست هم. الان ایشون مدل موه شما هستن. ایشون مدل موه. این عکس رو فلی سوئد گرفتیم، این ایران نگرفتیم، اینو توی هولمنز گرفتیم. گفتین آشنا هستن؟ آه شوهر خواهرم. شوهر خواهرتونه. شوهر همون خواهرتون که فوتوشاپ همه اینا رو فوتوشاپ کرده. خیلی عالی، پرفکت. خب دیگه حرف دیگه راجع به عکس وجود داره؟ خب این فرواد از تهرانه و یکی از بهترین ریش مدلای ریش ما بود و حتی موش خیلی قشنگه. بچه فرهادو گرفتی؟ فرواد هم اینجا فرواد. محسن تهرانه. محسن تهران الان فکر کنم داره این برنامه رو میبینه. همه منتظرن این با عکس ها بیاد بیرون زودتر بتونم ببینم. خب رسیدیم به بحث این عکس. آره حامی عزیز، این چی بودش داستانش؟ حامی دوست داره که مدلینگ شروع کنه کار کردن و واقعا هم چهره خیلی زیبایی داره. توی عکس هایی که من داشتم تا الان واقعا زیباترین سیبیلی که داشتیم مال حامی بود و عکساشو اینقدر زیبا بود که من از همین الان شروع کردم دارم استفاده. قبل از اینکه بس داستانش سیبیلاش بوده. آره میشم خیلی بچه با ادب و محترمی، خودش هم آرایشگره. اینم اینستاگرام خودشه. آره اینم اینستاگرام حامی رستگاره که اینورم بازم داریمش. آره یه عکس دیگه ازش. آره این عکسو من حتی توی سالونمون هم استفاده کردم. آه این تو کدوم سالونتون هست؟ توی شیرکوگاتا سومیه هست. آره این جدیده. آره جلوی راندوو اونی راندوو جونیور. خب کوچکترین راندوو. اینو بعد از چند وقت اون فیلمی که ازت گرفتم، لینکشو بچه‌ها میذارم این بالا، حتما کلیک کنیم ببینیم. بعد چند وقت اون فیلم این دوباره باز شد، یادم اون موقع گفتی بستیش. آره اینو دو ماه بستم به خاطر کرونا، چون خیلی به ما ضربه زد. اینو من دو ماه بستم ولی بعد کرونا ما اینو باز کردیم که هیچ یه دونم پایین‌تر باز کردیم. آره تو فکر کنم روبروی انکو باشه. روبروی انکو. آره دقیقا روبروی انکو. این علاوه سایزی چون کوچکتره میگی کوچکترین سالون رو. دو تا صندلی بیشتر نداره ولی خب جاش بهترین جا شهره دیگه، وسط همینه کنار هارد راک کافه. آره جالبه. امروز من میخوام موهایتو رو بزنم، موافقی؟ آقا ریشو قیچی دستی شما؟ مخلصم درست گرفتم؟ بله بله آقا از این ور بزنم دیگه خوبه؟ آره برو برو بچه ها موافق هم بچه تو ایران؟ بپرس ازشون. آقا مخلصشون بچه ها، ما این برنامه رو به عشق شما ساختیم و دوست داریم که حتما ما رو حمایت بکنین، هم منو هم امین جونو. یه سابسکرایب اول بزنید، زنگولرم اینجا فشار زنگولرم زنگولرم اون کنار بزنید، لایک هم فراموش نکنید. خدا نگهدار. آقا بزن بریم بخلصم. آقا جدن بزنم خوشتش رو یکم داره. امید هست آره چیز